همونطوری که در اپیزود نادر گفتیم وقتی که نادر از دنیا رفت برادر زادش که بر علیه شورش کرده بود به پادشاهی رسید علی قلی خان که رو خودش اسم عادل شاه رو گذاشته بود این شاه عادل اولین کاری که کرد این بود که پسر نادر که کور شده بود رو کشت رضا قلی میرزا 29 ساله که به عنوان پسر نادر مدت ها ولیعهد ایران بود به دست پسرموش عادل شاه کشته شد و در کنار پدرش به خاک سپرده شد. علاوه بر اون آدلشاه پسر دیگه نادر به نام نصرالله میرزا که در جنگ هند همراه نادر بود و با دختر حاکم هند ازدواج کرده بود هم کشت و علاوه بر اینها دو تا دیگه از پسرهای نادر هم کشت. اما از دم میکش. پسر کوچکتر نادر فقط هفت ماهش بود که به دست عادل کشته شد تا دیگه هیچ رقیبی برای عادل شاه باقی نمونده باشه جالبه بدونید که همین عادل شاه بود که آقا محمدخان قاجار را اخته کرد کلا دوست داشت که یا بکشه یا ببره حالا از جمع خاندان نادر فقط شاهروخ میرزا نوه نادر تونست قصر در بره و زنده بمونه شاهروخ میرزا پسر امام قلی میرزایی بود که نابینا شد اون چطور تونست قصر در بره داستانی بود که شاهرخ میرزا خیلی چهره زیبایی داشت و خاطرخواه هم کم نداشت. یکی از کسایی که خاطرخواه شاهروخ بود، دختر عادل شاه بود. دختر عادل شاه پدرش رو تهدید کرد که اگه شاهروخ بکشی، منم خودم میکشم. عادل شاهم هم چیکار کرد؟ اون اومد شایعه کشته شدن شاهرخ پخش کرد که همه فکر کنن کشته شده و کسی به طرفداریش بلند نشه ولی در عمل این کار رو نکرد و شاهروخ زنده موند. عادلشاه وقتی در مشهد تاج گذاری کرد، حکومت اصفهان رو داد به برادر کوچکترش ابراهیم خان و خودش ترجیح داد که در حرم سراش بمونه و اشخوالش رو بکنه. ابراهیم خان که رفت اصفهان، اونجا برای خودش یه سپاهی تشکیل داد و با چند نفر از فرمانرواهای ایالات دیگه متحد شد و خودش ادعای پادشاهی کرد عادل شاه در مشهد و ابراهیم شاه در اصفهان دو تا برادری که بینشون یک نفر باید انتخاب میشد ابراهیم شاه با سپاهی که تشکیل داده بود رفت سراغ برادرش عادل شاه و تونست اونو شکست بده و به عنوان سومین پادشاه افشار به سلطنت برسه تکلیف عادل شاه شکست خورده چی شد به دستور ابراهیم عادلشاه نابینا شد آدلشاه کلا یه سال پادشاهی کرد خب حالا بریم سراغ ابراهیم شاه همونطوری که تو اپیزود نادر گفتیم نادر یه برادری داشت به نام ابراهیم که حاکم آذربایجان بود و به دست لزگی کشته شد و لزگی ها هم آتیش زدن و خاکسترش رو به باد دادن این برادر نادر یه پسری داشت به نام محمد علی بیک که بعد از فوتش نادر اسم این پسر رو عوض کرد و برای زنده نگه داشتن اسم برادرش ابراهیم اسم پسرش هم گذاشت ابراهیم و این ابراهیم شاهی که الان داریم راجع صحبت میکنیم هم ایشونه خب وقتی که ابراهیم شاه در تهران اعلام سلطنت کرد از اونورم شاهرخ نوه نادر که تو مشهد بود و تو این مدت قدرت گرفته بود اونم تو مشهد اعلام سلطنت کرد و دوباره درگیری بین بازماندگان نادر شروع شد و این بار این ابراهیم شاه بود که بازنده جنگ بود شاهرخ تونست ابراهیم شاه رو شکست بده و خودش به عنوان چهارمین پادشاه افشار به سلطنت برسه ابراهیم شاه کمتر از سه ماه پادشاهی کرد و بعد هم به دستور شاهرخ ابتدا نابینا و بعد هم کشته شد شاهرخشاه اولین کاری که کرد رفت سراغ عادل که نابینا شده بود عادل شاه پدر و عموهای شاهرخ و کشته بود و شاهرخ هم برای انتقام دستور داد عادل شاه نابینا رو اووردن تو حرم نادری و زیر دست و پای زنان حرم عادل شاه به طرز فجیهی کشته شد عادل شاه رو تکه تکه کردند کمی بعد روحانیون خراسان که دل خوشی از نادر و بازماندگان نادر نداشتن بر علیه شاهروخ شورش کردند. همونطور که گفتیم نادر رابطه خوبی با روحانیون مذهبی نداشت و روحانیون به این بهانه که شاهروخ نوه نادر هم مثل خودش بیدین و ایمونه و به مذهب اندازه کافی احترام نمیذاره بر علیه شاهروخ شورش کردن و اونو از سلطنت برکنار کردند و نوه شاه سلیمان صفوی رو به تخت نشوندن شاه سلیمان صفوی کیه؟ ایشون در زمان نادر متولی آستان قدس رضوی بود و الان نوش به نام شاه سلیمان دوم جای شاهروخ گرفته بود خود شاهروخ چی شد؟ شاهروخ رو هم از دو چشم کور کردن شاهروخ زیبا و نوه نادر نابینا شد شاهروخ یه دوستی داشت به نام یوسف علی که این آقا یوسف خیلی آدم شجایی بود. یوسف علی در جنگهای نادر هم یکی از افسران دلیر سپاه بود و بعد از این داستانها به شاهروخ خیلی نزدیک شده بود. وقتی که شاهروخ از سلطنت خلع و بعدش هم نابینا شد یوسف علی به فاصله چهل روز تونست انتقام شاهروخ رو بگیره و شاه سلیمان دوم رو شکست بده و شاه سلیمان هم کور کنه هر کی دستش میرسید اون یکی رو کور میکرد تکلیف پادشاهی ایران چی میشه پس؟ علا یه رسم نانوشته و قدیمی که معمولاً به افراد نابینا و معلول اجازه سلطنت داده نمیشد یوسف علی حق سلطنت رو به شاه رخ شاه که چشمانش کور شده بود برگردوند و شاهرخ نابینا از کنج زندان اومد بیرون و دوباره به مقام پادشاهی رسید شاروخشا از حرسش دستور داد زبون سلیمان دوم که جاش رو گرفته بودن بریدن و سلیمان دوم علاوه بر اینکه که دو چشمش نابینا شد زبونش هم بریده شد شاروخشا به مدت یک سال و سه ماه بر ایران پادشاهی کرد تا اینکه کریم خان زند در ایران قدرت رو به دست گرفت و کریم خان وقتی کل ایران گرفت با مشهد هیچ کاری نداشت و گذاشت که شاهروخ در مشهد به عنوان حاکم این شهر باقی بمونه و شاهروخ 45 سال حاکم مشهد موند تا اینکه قدرت در ایران به دست آقا محمد خان قاجار افتاد بالاتر گفتیم که آقا محمد خان به دستور عادل شاه در مشهد اخته شده بود زمانی که اخته شده بود فقط 6 سالش بود و عادلشاه به خاطر خصومتی که بر سر قدرت با پدر آقا محمد خان داشت پسرش رو در کاخش در مشهد اخته کرد اون زمان هیچ کس تو دنیا نمیتونست حدس بزنه که همین بچه اخته شده 6 ساله یه روزی به عنوان پادشاه ایران برمیگرده به مشهد و تو همون کاخی که اون بلا رو سرش آوردن یقه شاهروخ شاه رو میگیره آقا محمد قاجار دیگه مثل کریم خان زن نبود که بی خیال مشهد بشه و اتفاقا به خاطر گنج های کلات نادر پاشو اومد مشهد سر وقت شاهروخ و بهش گفت که گنج هایی که پدر بزرگت از هند آورده رو رد کن بیاد شاهروخ هم جواب داد همون موقع که نادر مر تمام گنج و ثروتشم هم به تاراج رفت و دیگه چیزی ازش باقی نمونده آقا محمد خان به شاروخ گفت ببین دروغ نگو من که میدونم گنج نادر دست توه بگو ببینم کجاست شاروخ هم دوباره گفت نمیدونم و نمیدونم و نمیدونم و بعدش شکنجه ها شروع شد آقا محمد خان به هر روشی که بلد بود شاهرخ بدبخت رو شکنجه کرد و وساطت هیچ کسی هم قبول نکرد شاروخ هم زیر شکنجه ناله میکرد و قسم میخورد که هیچی نمیدونه آخرین روش شکنجه ای آقا محمد خان این بود که شکنجهگرا اومدن دور سر شاهروخ رو با خمیر پر کردن و توش سرب داغ ریختن و شاهروخ شاه بالاخره به حرف اومد و جای جواهرات رو لو داد. بله این همه مدتی که شاهروخ زیر شکنجه بود میدونست جواهرات کجا دفن شدن و صداش در نمیومد. شاهرخشا انقدر زیر شکنجه ها آسیب دیده بود و داغون شده بود که بعد از توقف شکنجه ها به دستور آقا محمد خان شاهرخشا دیگه نتونست دوون بیاره و در 63 سالگی از دنیا رفت و به این ترتیب 57 سال بعد از قتل نادر شاخ با مرگ شاهرخ نوه نادر سلسله افشار به پایان رسید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید برای تولید ویدیوهای کانال یوتیوب ما تمام تلاشمون رو میکنیم که بهترین ها رو به شما ارائه بدیم شما هم اگه دوست داشتید از ما حمایت کنید کافیه که کانال رخ رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و ما رو همراهی کنید به امید دیدار